گل اومد، بهار اومد، میریم به صحرا. شما احساس نمی کنین که داره بوی بهار میاد؟ بوی بهار رو باید با چی شروع کنیم؟ با شیرینی‌های خوشمزه. البته میدونم کروناست، میدونم دید و بازدید نیست، ولی برای دل خودمون که میتونیم این کار رو بکنیم. شیرینی رو میپزیم، میذاریم رو میز، میشینیم جلو آینه، به خودمون خوش آمد میگیم، میگیم بفرمایین از این قطاب خوشمزهی که خانم سیفی امروز زحمتشو میکشن دوباره در خدمتشون هستیم و با یک نوع شیرینی خوشمزه قطابی که ایشون میخوان آموزش بدن. خانم سیفی بفرمایین. بفرمایین. امروز برای دوستان قرار شده قطاب سنتی رو درست کنیم که موادشو و دستورالعملشو قرار شد که بگم براتون. امیدوارم خوشتون بیاد، لذت ببرین و خیلی هم آسون و راحت هستش، میتونیم انجام بدیم، درست کنیم. تشکر میکنم. جا داره که من اینجا از مادر خانم سیفی که خدا رحمتشون بکنه تمام این هنرها رو ایشون به ایشون آموزش دادن و ایشون امروز تمام این آموزش ها رو از مادر گرامشون دارن. روحشون شاد و نامشون همیشه جاودان. منم سلام میکنم به دوستای عزیزمون. با یه آموزش خوشمزه دیگه در خدمتتون هستیم. بریم که ببینیم. خانم سیفی، لطف میکنی که موادی که برای این قطاب میخواییم در نظر گرفتین چیا هست معرفی بکنین. اندازه ها شما تو کپشن میذاریم، شما میتونید ملاحظه کنید. خیلی ممنون. حتما. چشم. هل هست، کره، زرده تخم مرغ، شکر، ماست، بیکینگ پودر. مواد میانیش هم هست بادوم چرخ کرده، شکر و هل. آرد هم به میزان لازم هستش. من الان باید اینا رو شروع کنم برای درست کردن قطاب. یعنی خمیرش رو درست بکنید؟ بله بله. اول ماست رو میریزیم. ذره گره های ماست رو باز میکنیم. تخم مرغ رو میریزیم توش. یک قاشق چایخوری شکر میریزیم. کافیه یک قاشق چایخوری شکر؟ بله. برای خمیرش؟ بله، این برای خمیر هستش. یک قاشق چایخوری هم هل. هل میریزیم. هل ثابیده شده. بله بله. بیکینگ پودر. یک قاشق چای خوری. بله. یه نصف هم اضافه کردین شما. تقلب کاره. و کره. کره آب شده. بله. به میزان چقدر؟ کره آب شده یک پیمانه بود. یک پیمانه. بله. یعنی دقیقاً یک قالب کره 100 گرمی. یک کمی بیشتر. بیشتر. بله. یک و نصف کره. بله بله. 100 گرمی. و آرد سه بار الک شده. حتما آرد باید الک بشه، هوا بره توش که شیرینی خیلی بهتر از آب داره. بله بله. حالا شما آرد برسید. خمیرش هم نباید خیلی سفت بشه، باید یک کمی لطیفتر، نرمتر باشه، چون شیرینی قطاب کلن شیرینی لطیفیه. این خمیرم میتونه یک ساعت استراحت بکنه. روش یه سیلیفون میکشیم. بعد از یک ساعت خمیر رو برای درست کردن قطاب باز میکنیم. خانم سیفی جانم، محبت بکنیم توضیح بدین که این استراحت کردن خمیر یعنی چی؟ یعنی چی باید این استراحت بکنی؟
خب از بس که فشار آوردیم بهش، کتکش زدیم باید استراحتی بکنه تا بعدش دوباره شروع بکنه. دوباره شروع بکنه که به حال بیاد. پس یک ساعت بعد خمیر استراحت بکنه تا بشه خمیر ترد و عالی، خوب و راحت برای باز کردن. خمیرمون استراحت کرده، حالا میخواییم خمیرمون رو بیدار بکنیم، بدیم دست استاد خانم سیفی. خمیر جان بیدار شو عزیزم، بفرمایید. خیلی ممنون هستم. چی لازم داری من بهتون بدم؟ بله، نه من همین خمیر رو میذارم روی میز، یک کمی آرد میپاشیم روی میز. خوب استراحت کردی؟ بله بله، الهی شکر. سر حال بیدار شد. ببین خمیرم استراحت داره و ما استراحت نداریم. چقدر این شکم مکافات داره واقعا. نه واقعا میگم، آن خیلی مکافات داره. الان شما عزیزان که اینو میبینین، این برنامه رو میبینین، میگین ای چقدر خوبه، چقدر عالیه، ولی دیگه نمیدونین که چقدر ما انرژی گذاشیم سر این کار، چقدر زحمت کشیدیم به خاطر عشقی که به شما عزیزان داریم، به خاطر عشقی که به آشپزی داریم. امیدوارم این یکی رو هم درست بکنید و لذت شو ببرید. حالا این خمیر رو خیلی نباید نازک بازش کنیم، یک کمی ضخیم‌تر از اون خمیر هستش. بله. سینی بدم خدمتتون؟ ممنون میشم. بله، یه قاشق از این مواد میانیش که هل و بادوم و شکر هستش میذاریم. بعد اینو با دست به هم میچسبونیم. و با این انبر مخصوص شیرینی هستش، این به صورت نقش و نگار میدین روش. نقش و نگار میدیم، یه سمت چپ میزنیم یه سمت راست میزنیم. خانم ها فقط باید حوصله داشته باشین، یکیشو درست کردین و بعد دیگه دیدین حوصله‌شو ندارین، اونجوری نمیشه ها. توی فر 180 درجه حدوداً 20 الی 30 دقیقه کافیه. فقط رنگش عوض میشه و نگاه بکنید زیرش که خیلی این نباید خیلی تند بشه رنگش. یعنی همین رنگی که داره همینجوری باید باشه؟ نه، یکمی برشته تر میشه. بله. بعد روی اینم شما پودر قندی چیزی می‌ریزین یا نه؟ نه نمیخواد. احتیاجی نداره. نمیخواد، چون توی خمیرش توی کوچولو شکر داشت، بادوم داره، شکر معمولا نمی‌ریزیم. فقط این رو به چیز بود. بله. اینا رو لبه هاشون رو به هم با دست صاف میکنیم و نازک میکنیم. من استراحتمو کردم، این همین خمیری که خانم سیفی درست کردم. بقیه توضیحاتو میگم به شادی جون براتون بده. شادی جون بفرم. با اجازت. قطب ما آماده شد، توی کپشن براتون میذاریم که چند دقیقه با چه درجه حرارتی. الان برگشتیم با قطبای آماده. خانم سیفی توضیح میدیم به ما دیگه. رنگش باید تو همین وضعیت باشه، خیلی تند نباشه.
انشالله که نوشه جان میکنین، درست میکنین و لذت میبرین از. بفرمایید. خیلی خیلی ممنون. یعنی یه دونه فقط بخوریم؟ الان یه دونه بخورین. مرسی. خب بخوریم که یه دونه من بخورم، یه دونه ایشون بخورن، دو تا فیلم بردار بخوری اینا رو بخورن، خب دیگه تموم میشه چیزی برام. خب من برای شما دوباره درست میکنم. شادی جان برده ببینم تو. نه شما... اول شما بخور به من تعریفشو بکن ببینم چه جوریه من بخورم. عالی؟ به قولم دوست نازنینمون باش. آخه نوشه جان واقعا بی نظیره. نوشه جان انشالله که مورد پسند قرار بگیره. شما میدونین چرا این اینقدر خوشمزه شده؟ برای اینکه با عشق درست شده. آخه برای اینکه کنار خانم سیفی دو تا عشق وایس دادم واقعا، که عاشقانه عاشق آشپزی هم عاشق آشپزخونن و عاشق محیط گرم خانواده. امیدوارم که همیشه محیط گرم خانوادتون حفظ بشه. روز و روزگار بر همه شما عزیزان خوش. مرسی از این همراه ما بودین با این برنامه خوب. ان شاءالله درست کنین، راضی باشین. روزتون بخیر. روز شما بخیر.